میگم میگیره که ای وای، چون خودم پسر دارم، خودم بچه دارم، همش میگم ببین بیچاره مادرها الان جووناشون چجوری تو خیابونا آشولاش میشن برای هیچ و پوچ، فقط به خاطر اینکه بازیچه دست اینا بشن. آدرسم میگم کجا بریم، سر کدوم چهارراه وایسین، دقیقاً بریم خودتون رو بکشتن بدین. فقط اینا میشینن یه برنامه پر میکنن. من اگه پول داشتم میدونی چیکار میکردم؟ من اگه پول داشتم اگه پول داشته باشه این کاری نداره، پول میخواد، من ندارم. اگه پول داشتم اون کسی که این حرفو میزد میفرستادم چهار نفر رو قشنگ بگیرن دست پاشو ببندن بزنن تو جعبه ببرن ایران، سر همون چهارا نگرش دارن، بگن این آقا اعلام کرده بیاین اینجا، هر کی میخواد بیاد در خدمت این آقا. واقعیت اگه به خودم اگه پول داشتم میکردم، میدونی چقدر جگرگوشار اینا رو داغون کردن، چقدر مردمو به بدبختی کشوندن. برای هیچ، اگه یه کاری میشد خب میگفتیم اب نداره، در ازای یه انقلابی یه مقداری هم خب یه همچین حالتی هستش. اصلا همش با هم دعوام و فوشای بد میدن. الان ببینید به شما چقدر تلفن میزنن، فرهنگو نگاه کنین، بعد از 30 سال که این ور آب هستن فرهنگو نگاه. بعد تازه اولا که معلوم نیست اینا از این ور آب زنگ زده باشن، معلوم نیست، ولی بعدش هم میگن هنر نزد ایرانیان و بس، ما غنی ترین فرهنگ جهان رو داریم. خدا شکر فارسی کسی نمیفهمه تو آمریکا. اصلا بچه های من که وقتی این صحبت ها میشه میگن انقلاب رو دارن صادر میکنن به ایران، اصلا نمیشینن هیچ وقت تلویزیون نگاه کنن. آره بله، اصلا من نمیدونم چی کار کردن اینا، بشینی سرجم بزنی هیچ کاری نکردن. یعنی من نمیدونم اگه مثلا یه معنی بخوای بگی در طول 30 سال گذشته تلویزیون های ایرانی مثلا چی میشو باید گفت مثلا. من میتونم بگم با جون جوونا بازی کردن. بسیار عالی، خیلی هم ممنون از اینکه زنگ زدین. خواهش می‌کنم. من برای شما و برای پدر و مادرها و فامیلای تمام کسایی که میخوان برن در تظاهرات یا هرچی حالا به هر نفعی شرکت بکنن. الو؟ بله. تشریف داریم. بله. یه برنامه داشتم رو portuno.com هست به نام، یه اسم سه کلمه ای داشت اسم این برنامه، اسم برنامه بود خره هیچکس نشو. و تو این برنامه اگه برین رو portuno.com قسمت میدیا نگاه بکنید، تو این برنامه مفصلا توضیح دادم که هر سیاست مداری از اول تاریخ تا اون لحظه‌ای که کره زمین وجود خواهد داشت و انسان رو زندگی خواهد کرد اومده فقط از مردم برای حمالی کشیدن و سواری گرفتن استفاده کرده. شما اگه بری برای هر سیاستمداری به جنگی در واقع خر اون هستی. و من به همه پیغام گفتم دادم که آخره هیچ کس نشد. من نمیخوام بله مثل ایشون قطع کردن. ببخشید من مثل که خیال کردم شما قطع که به هر صورت بس سیاسی نیست، ولی موضوع این هستش که اگر میخوای بری برای سیاستمدار بمیری، قبل از اینکه حرکت کنی از در بری بیرون یه پالون بردار بنداز دوشت، اینجوری خم شو، اینجوری قشنگ خودتو نگاه کن، پالونه رو تن چیز کن، بعد عکس اون سیاستمدار میخواد جورج بوش باشه، میخواد بی‌نظیر بوتو باشه، میخواد ماکوتو اونقدو مامانگو مال آفریقا باشه، فرق نمیکنه. شما عکس اونم بذار اون پالونه یا اون زینه، بدون خرونی برو بیرون، حالا هر کاری میخوای بکنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زویر هستیم. سلام آقا بهروز. سلام بر شما. بعد از 30 سال راجع به تلویزیون های ایرانی چی برای گفتن دارید؟ سلامتون بخیر. من بیننده قدیمتون هستم از تلویزیون IPN. به به. بعد در مورد قبل این هم میخواستم همین هیچکس نشو رو بگم، ولی خب شما زودتر گفتید. خوشحالم که دوباره اینجا میبینم اتون. البته یکی دو دفعه دیده بودم، ولی حالا بزنی الان در مورد این موضوع صحبت کنم. بعد اگر آخر مسئلهشون خیلی پشت بورد بایستادم، اگه اجازه بدین یه سوالی ازتون بفرمایید لطفا سریع، چون دیگرانم هستم، وقت ما هم کمه. بله حتما. در مورد کلا من چون در مورد تلویزیون ها یه سری اطلاعات دارم، البته که اگر بگم خدمتون تلویزیون ها که در خارج از کشور اومدن به مدت 30 سال نیست، به مدت یه چیزی حدود 7-10 ساله که قبل اونم چند نفر بودن می اومدن، مثلا یه ساعتی برنامه می داشتن، تمام اینایی که می بینین الان مدیر تلویزیون هم یه ساعتی برنامه داشتن، مثلا تو یه شبکه یا یه جایی می فرستادن ایران یا خود همون آمریکا پخش می شد، و
در واقع اینا که به صورت 24 ساعته اومدن الان مدیر شبکه ها شدن، اینا یه 17 سال بیشتر نیست که الان. البته من حرف شما رو میدونم، شما شاید حتما خیلی اطلاعات دارید، ولی بحث من این نیستش. بحث من اینه که شما بگید این تلویزیون ها به نظر شما در 30 ثانیه جمع جورش کنید که چی کار کردن و چی هست. بعدم این رو طبقات رو دستبندی کنم. یه سری از تلویزیون ها هستن که آگهی میگیرن از طریق جاهای دیگه که مجبورن به هر حال به خاطر گرفتن. ببین ببخشید خانم، معذرت میخوام، من اگر برنامه‌ام 2 ساعت بود یا 3 ساعت بود من حتما از حرفای قشنگ شما استفاده میکردم. میخوام خلاصه بندی کنید برای همه دوستان که اونا هم برسن و ما برنامه‌مون چیز نشه. خلاصه بگین که در این 30 ساله، چون درست 30 سال ما بیرون هستیم، درسته 10-15 سال از تلویزیون، خلاصه بگین که در این 15 سال یا هرچی 30 سال چی میشه گفت که تلویزیون‌های ایرانی چی کار کردن؟ تلویزیون‌های سیاسی که به من بزن من دستم تر میگفتم، نمیخواستم طولانیش کنم. تلویزیون‌های سیاسی که در واقع بزن من همه هیچ کاری نکردن کار خرابتر هم کردن. تلویزیون‌هایی که معمولی هستن و انترتینمنت هستن، خب فرق یه سری برنامه‌هایی دارن، حالا به قول خانم از ایران میگن یا از هر جای دیگه، یه سری برنامه در کنار تفریح و سرگرمی، اخبار، یه سری اطلاعات انتظام هست، یه سری شبکه‌های خبری هستن، تو باهاش شبکه‌های خبری هستن، راست و دروغش هم پای خودشون به هر حال یا این مردم ایران یا هر جایی که به حال گوش میدن به این خبرها. چند تا از این تلویزیون ها هستن که خب حالا پوششون گرمه یا چه جوریه، اون تلویزیون ها نه چیزی میخوام بگن، نه دنبال سیاست هم، نه حالت انترتینمنت دارن، ولی نه انترتینمنتی که مثل بعضی تلویزیون ها، مثل هم امثال تلویزیون امید ایران و آی تی ان و هر تلویزیون دیگه که هست، اونها انقدر از نظر آگهی کششون کوره که سری برنامه هایی دارن که الان مردم اگر واقعا رو کردن به این تلویزیون ها در از این کاری بخوان برای مردم ایران انجام داده بشن در حد فرهنگ سازی، یا این که بخوان در واقع تقریبا میشه گفت 80% تاثیر منفی داشته، بقیهش سرگرمی بوده. بعد من حالا میتونم سوالم ازتون بپرسم؟ خیلی ممنون، بفرمایید سوالتون رو بپرسید. در مورد سالتتون که اینجا فیلتره، نمیدونم میدونید یا نه، ایران سایتتون فیلتره، یعنی نمیشه از سایتتون استفاده کرد. خب میخوام از طریق تلفن هاتلاین میتونم استفاده کنید که اینجا به کردیت کارت نمیشه یه کاری بکنید که ببینید از ایران به زودی من سایتمون تب. اولا که سایتمون رو ما عوض کردیم هاستینگش، اگه اخیراً رفته باشین شاید خیلی از افراد تونستن که برن چون کمپانیش عوض کردیم. اگرم فیلتر هست از روی فیلتر شکن ها دیگه، فیلتر شکن ها از همه باید میتونید بپرسید، شما رو گوگل بزنید فیلتر شکن. بله اون که اصلا یه برنامه فیلتر شکن هم شما گذاشته بودید من بله آره اون که از فیلتر شکن. بعدش هم قسمت هاتلاین ما با کریدیت کارت ویزا کار میکنه. در ایران هم کریدیت کارت ویزا فروش میره، شما میتونید کریدیت کارت ویزا رو بخرین بعد برای خودتون خرید بکنین از هر چیزی که دلتون میخواد رو اینترنت. ضمن اینکه میتونید به منم از اونجا زنگ بزنید، ما هفته آینده شماره تلفن یکی از همکارانمون رو که کارت ویزا هم میفروشه به شما در این برنامه معرفی میکنیم که شما مستقیما از ایشون بخرید ویزا رو، هم بتونید به هاتلاین زنگ بزنین هم بتونید در اینترنت خرید بکنید. ممنون. به زودی عضو فیسبوک باشین، حتما عضو فیسبوک پرچونه حتما باشین. حتما بله، عضو گروه یاهو گروپ پرچونه، اینا فیلتر نیست، نه فیسبوک فیلتر، نه یاهو گروپ پرچونه، کلا ایمیل اکانت ها فیلتر نیست. مرسی که زنگ زدین، لطف کردین. ممنون. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. سلام علیکم. سلام بر شما. من بخواستم در مورد همین سوالی که شما کردین بخواستم در مورد اون جواب بدم. بفرمایید. البته تو این 30 سال خدا رو سر هزار مرتبه شد که اینقدر چند تا بزن شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. الو بفرمایید، با بهروز رویر هستین، وقت کمه، سریع بگیم لطفا. الو بهروز با من صحبت میکنی؟ بله خانم، رویر هستید، بفرمایید بعد از 30 سال راجع به تلویزیون ها چی برای گفتن دارید؟ البته من این مدت خیلی از دکترها استفاده کردم، خیلی چیزا یاد گرفتم، ولی من تعجب میکنم چند دقیقه شما برنامه گذاشتین کجا هستن اینا که میان گوینده ها رو آی قربونت برم آی فداد برم. همین خانم قبلی این همه صحبت کرد، اصلا چی سر در آوردین شما؟ من که سر در نیاوردم، اومد حرفاش یه سری از این شاخ و از اون شاخ و پرید و رفت. این همه
میدونیم چی کار میکنن برای گوینده ها، اصلا از تفاله خوداشون میکنن. حالا کوشن یه دونشون چرا نمیان؟ خب به خاطر اینکه میدونن که من به خاطر اینکه میدونن من از این حرفا گوشم نمیره و قربونت برم به درد من نمیخوره. نه 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 ببین من میخوام که واقعا حقیقت رو بگم. ببین اصلا بحث شخصی نیست به هیچ وجه و قربونت برم. حقیقت رو اگه شما ببین دو سه تا صبحم که وایسی ها یه نفر نمیاد حقیقت رو بگه. خب قرار نیست بگم، من قرار حقیقت رو بگم و شما عصبانی بشید. ببین من نمیدونم چجوری بگم شما متوجه بشید. بگو سعی خودم میکنم. علاقه میرن کجا بیان بگن ما قربون صدقه تلویزیون رو رفتیم 30 سال. آها حالا فهمیدم ببخشید. من خودم خیلی استفاده کردم از دکترها، خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی عمل میکنم. آخه خانم عزیز ببخشید من نمیدونم، دکتر که تلویزیون نیستش که. دکتر یه ساعتی رو میخره، این ساعت رو تبلیغات میکنه، بهش میگن اینفومرشال. در این حال که داره تبلیغات میکنه، ببخشید من این عرض کنم خدمتتون، در این حال که داره دکتر، وکیل، هر کسی که تبلیغات میکنه یه مقدارم اطلاعات میده. شما الان بخواید اینفورمیشن راجع به بخاری هم که دارن میخوان بخاری هم بفروشن، چهار تا مطلب راجع به اینکه چجوری خونتون رو مواظب باشین سرما مثلا سه گرماش بیرون نره به شما یاد میدن، ولی اصل قضیه اینفورمیشن تلویزیون که اینفورمیشن که چه استفاده کردین، چیکار کردین. من گفتم من یکی استفاده کردم. آره مرسی، من شما ممنونم. خیلی چیزا یاد گرفتم. تموم شد رفت خدا. بله خدا حافظ، تموم شد رفت. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم. علی هستم، از ایران زنگ میزنم. بفرمایید علی جان. به عنوان یک جوان که اکثر کشورهای جهان رو رفتم، تلویزیون ایران بهترین تلویزیون دنیا. بله خیلی متشکرم، انشالله که شما همش لذت ببرید. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم. سلام باشو خوب. سلام باشو. خب من فکر کنم ایرانی یه موقع آدم های بی‌انصافی هستن، خود خاطر این که واقعا بعضی از هم واقعا که این تلویزیون زحمت میکشن. حالا گذشته از این که بعضی از کانال ها من اسم نمیارم اونا هرکت، ولی بعضی کانال هم هستن که واقعا سرگرم کننده هستن، آموزنده هستن. من به مادرم واقعا به این تلویزیون ها وابسته هم و اگه واقعا نباشیم و دیگونه میشن چیز من. بسیار. من نمیدونم اینه که میان همش گله و زاری میکنن، ممکنه باید حداقل اینو برام مردم تشویق کنن، با تلویزیون تشویق کنم مردم، بهتر اینکه همش انتقاد همش. برای من واضحه که بعضی از کانال ها واقعا به مردم کمک میکنن، واقعا آدم نباید بی‌انصاف باشه. درسته. و من خودم زیاد تلویزیون نگاه نمیکنم، ولی بعضی موقع که نگاه میکنم میبینم که آدمایی هستن که واقعا زحمت میکشن. بعدم یه مطلبی رو من خدمت عرض کنم، ضمن اینکه به بینندگان عزیز من مطلب عرض بکنم، قصد من از این برنامه نیست که بیاین بگین چقدر تلویزیون ایرانی بده و تلویزیون ایرانی بده. من دیگه چی نمیگم شما بگین، منظور من این نیست. منظور من که میخوام بگم شما چه پرسپشن، چه ویو، چه تصویر، چه پرسپکتیوی رو شما داری از تلویزیونایی که دارین نگاه میکنین میگیرین. همه فکر نکنن برنامه رو گوشین بخاطر انتقاد بشه. بله من فکر کنم بعضی از این تلویزیون ها واقعا آموزنده و بعضیشون هم نه، ولی خب اونه که واقعا انقدر جلوزاری میکنم خب نگاه نکنم. چرا این خانم اصلا زنگ زده الان یا آقا این محتوایی نداره؟ اگه یه مدت بچه پای تلویزیون شده نگاه میکنم. والا منم میدونم، اتفاقا منم میخوام همین مسئله رو بگم، منتها مسئله که هست من از دوستان خواستم که در 30 ثانیه تموم کنن، معمولا سعی میکنم درگیر جروبست نشم امروز با کسی. مرسی از لطفی که محبت کردی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستیم. علی سلام، خسته نباشی. مرسی. بچه که اونی این باز دنبال پدرش میگرده. آقا ما آخر برنامه یه تلفن اعلام میکنیم، شما اگه پدرتو میخوای پیدا کنی، من فکر کنم بتونم، دو دقیقه وقت داریم، من فکر کنم بتونم به آدرس پدرتو بدم. یه دانتان تهران هست، بازار اونجا یه جایی هست، میتونم بگم کجاست. به هر صورت یه زنگ به ما بزن، الان تلفن‌ها رو میگیم، شما یادداشت بکن، من پدر شما رو پیدا میکنم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستین. حسن مرسی قربون شما. بهروزون میخواستم بگم که این تلویزیون‌ها بعضشون آموزنده بودن، آموزششون هم بعضشون قفلت یاد ایرانی ها میدادم.
جور جوونا قفلت میدادم. بعضیشون هم آموزنده بودن که تاثیر مثبت گذاشتن. بعضیشون آموزش دادن که تاثیر منفی بذارن متاسفانه. خب بله. ولی خب اونایی که تاثیرات منفی گذاشتن خیلی بیشتر بوده. متاسفانه. متاسفانه. اوکی، خیلی ممنون که زنگ زدید. ممنونم. برنامه پرچونه رو در رادیو پرچونه نگاه کنید، جمعه ظهر به وقت لس آنجلس. نگاه کنید یعنی گوش بدید. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. آقا بهروز، اون میخوام در رابطه با مسائل تلویزیونی که فرمودید، بسیاری از این تلویزیون آموزش دهنده بود. شما تو امریکا نشستید با یه اطلاعات بسیار زیاد در مورد همه چی نظر میدید و خیلی چیزا رو نمیپسندید. مردم ما چجوری باید آگاه میشدن غیر از این تلویزیون؟ راه دیگه مگه بود؟ نه ببخشید، من قبلا هم توضیح دادم و الانم یه بار دیگه بگم، قصد من این نیست بگم تلویزیون ها منفی بودن. من نیومدم انتقاد کنم، من میخوام شما بگید چه خبره، به نظر شما تلویزیون چه شکلیه. شما فکر میکنید من گفتم که تلویزیون ها منفی بودن؟ نه، من تصحیح میکنم. اگر دوستان بله میبی بله، اگر این جواب شما برای بیننده هایی که انتقاد میکنن دارین شنیدن، حتی خیلی از مردم ایران، حتی دانشجو، حتی تحصیل کرده از طریق بعضی از این تلویزیون آگاه شدن. آقا بله، به صورت نظرات شما رو میخوایم بشنویم. من امروز جر و بحثی یا توضیح یا تفسیری ندارم، فقط میخوام حرفای شما رو بشنویم. مرسی، ممنونم از اینکه محبت کردید. بعد دوستان فکر نکنید من میگم آقا بیاین انتقاد کنید، نه، یکی دلش میخواد انتقاد میکنه، تشکر میکنه. میخواستم ببینم که چی هست و بینش شما چی هست روی این قضیه. وقت برنامه داره تموم میشه، اون شماره تلفن های تبلیغات اگه لطف کنین برام بذارین. ضمن خداحافظی، تبلیغات در شوی پرچونه، این شماره بالایی که استودیو هست مال این که الان زنگ بزنید روی شو بخواید فوش چیزی بدین، این مال بالا هستش. 310-896-7524 شماره هست که در آمریکا میتونید تماس بگیرید با گروه تبلیغات شوی پرچونه. 310-896-7524. و در ایران هم اگه بخواید در مورد تبلیغات سوالی داشته باشید، نخواهید مستقیم به ما زنگ بزنید، 935-70-79-410 در ایران میتونید تماس بگیرید. تبلیغات ما قیمتش خوب هستش، یک انترویو مصاحبه مجانی به شما میدیم از طرف شوی پرچونه و یک 800 نمبر مجانی هم، زمینه که کلیپ آگهی مجانی هم برای شما درست میکنیم. دیگه همه چی شد مجانی که شما فقط با ما تبلیغ بکنید. به این ترتیب شماره تلفن 310-896-7524. دوستان میبینم دارن زنگ میزنن، لطف کنید نگه دارید گوشی رو زنگ بزنید، بعد از برنامه با شما تماس میگیریم. در مورد کلاس‌های گیتار هم که همیشه ما به شما عرض میکنیم، به کسایی که بخوان در کلاس‌های خصوصی گیتار در محدوده سان فرناندو ولی، اورنج کانتی، لس آنجلس کانتی، همینجور کانتی‌های دور و بر سان کالیفرنیا، ونچورا کانتی، سان برنارینو کانتی، گفتم همونجوری که اورنج کانتی و محدوده بزرگ لس آنجلس زندگی می‌کنید، معلمین مدرسه گیتار نیوان کلاس‌های خصوصی برای شما دارن در هر سطحی که شما هستید و در هر سبکی که شما علاقه دارید. معلمینی هستن که میتونن برای شما دوره‌های تکمیلی، اگه سوالی دارید یا اگه می‌خواید موسیقیتون رو بهتر بکنید و درب افق‌های ناشناخته‌ای در موسیقی باز بکنید که شاید نمی‌دونستید اصلا همچین چیزی وجود داره، با اینکه سال‌ها تجربه دارید چیزهای همیشه آدم نمی‌دونه. در خدمتتون هستیم. شماره تلفن 310-896-7524. یک گیتار مجانی هم با کلاس‌های ما تقدیم شما میشه. گیتار مجانی برای کسانی که در روسیه زندگی میکنن یا در آلمان زندگی میکنن یا در استرالیا زندگی میکنن ما نداریم. لطفاً زنگ نزنید. برای کسایی که در محدوده سادرن کالیفرنیا، کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنن که ما بتونیم گیتار رو ورداریم بیاییم پیش شما و از شما پول بگیریم. پول بگیریم. خب وقت برنامه‌مون تمومه. برنامه شوی پرچونه در رادیوی پرچونه که رادیوی 24 ساعته پرچونه هست شما می‌بینید، این که در رادیو است که در وبسایت پرچونه.com 24 ساعته هست روی اینترنت در اختیار شما. و این رادیو این هفته، این جمعه برنامه ما هست روابط جنسی برای در سنین زیر سنین قانونی، گاهی اوقات زیر 18 سال یا گاهی اوقات سن قانونی هر چی که هست، روابط جنسی رو در سنین زیر سن قانونی بررسی میکنیم.
چه کسایی که در زیر سن قانونی هستن روابط جنسی دارن، چه کسایی که با افرادی که زیر سن قانونی هستن روابط جنسی دارن، کلن بهش میگن minor sexual activity. حالا مثلا هرچی بر صورت تلفوناتون رو قطع نکنید، همینجوری زنگ بزنید. الان برنامه که قطع شد با شما صحبت میکنیم. دیدار ما دوباره در تلویزیون امید ایران چهارشنبه 8 شب به وقت لس آنجلس. با تشکر از اتاق کنترل، خدا نگهدار. ماشالله. نه بابا، چه دوم در آوردی، من این مدتی نبودم. فکر کردی عمو رفته دیگه ها؟ خب حالا از این به بعد چهارشنبه شبا پرچونه در خدمت شماست. به امید دیدار.